عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران، مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه 7 جون سال 2008 میلادی برابر با 18 خرداد ماه 1387 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN همراه با علیرضا حکمت‌چهار کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. شنونده نازنینی به اسم آقای یونسی قطع شعری رو روی پیامگیر من گذاشتن، تلفنی هم نگذاشته بودن که ازشون سپاسگزاری بکنم. بدین وسیله همین شعر رو میخونم و هم سپاس از ایشون در آغاز برنامه که با صدای بسیار زیبایی برای ما خوندن که از کوچه های غربت تنهایی کس کی نوشت چنین پربار، وین دردهای دوری و دلگیری داند چه کس جز هما سرشار. سپاسگزار مهر شما هستم آقای یونسی و همینطور بقیه شما دوستانی که میدونید که هرچند مهمان برنامه خانه دوست هستین ولی خودتون میزبانید و باید بفرمایید تو که پشت در بده، بفرمایید چای اول بریزید بریم که همجور از اول برنامه ردیف براتون مصاحبه و گفتگو ردیف کردیم تا آخر برنامه با ما باشید. یک کلام بشنو از ژیلا کاشف، بانوی گرامی و دوست عزیزی که امروز باشون گفتگو میکنیم، به دنبال گفتگوی هفته پیش با دکتر فیروز نادری که بسیاری از شما شنوندگان در مورد بخشی از گفتگو که دکتر فیروز نادری به اینکه کودکی رو در ایران به فرزندخواندگی پذیرفتند و قبول کردن باهاشون صحبت میکردیم اشاره کردند که یک بانوی ایرانی این برنامه رو اینجا درست کرده. بسیار از شما خواستین که با این بانو آشنا بشین و بنده با اجازه خودشون، با اجازه ژیلا کاشف، دوست عزیزی که سال هاست فعالیت های اجتماعی خودش رو شروع کرده از سنین جوانی و در کمک رسانی امداد اجتماعی به افراد محروم جامعه مخصوصا زنان و کودکان همیشه کوشا بوده و سال 2000 هم به طور جدی در رابطه با مسئله کودکان ایران مخصوصا کودکان محروم جامعه خیلی فعالیت کرده و نهادهای مختلفی رو بهشون یاری رسونده و هم اکنون یکی از زیباترین طرح‌ها رو در لس آنجلس پیاده کرده برای اینکه اگر کسانی علاقمند هستن بتونن فرزندانی رو در ایران از نظر مالی بتونن حمایت بکنن یا به فرزند خواندگی در واقع قبول بکنن و با چند تن از دوستانش یک تنه این برنامه رو شروع کرده، چند نفر به یاری او شتافتن و در حالی که میشه گفت که این گروه دست تنها هستند ولی یکی از زیباترین کارها رو انجام میدن و تا این لحظه و تا این ساعت که با شما صحبت میکنم ژیلا کاشف و یارانش حدود 100 تا بچه رو در ایران به فرزند خواندگی گرفتند برای بقیه یارانشون و اونها رو از نظر مالی مورد پشتیبانی قرار میدن تا بتونن تحصیلاتشون رو به درستی انجام بدن. ژیلا کاشف بعد از اینکه دیپلمش از دبیرستان ایران گرفته به کشور آلمان مهاجرت کرد و در اونجا رشته مهندسی کشاورزی رو به پایان رسوند. در سال 1989 به آمریکا مهاجرت کرده و در رشته کامپیوتر ادامه تحصیل داده و در حال حاضر در کمپانی معتبر سانی پیکچرز انترتینمنت در کادر تکنیکال استاف مشغول به کاره. این بخش کاریشه ولی اون بخش انسان دوستی و فعالیت‌ها و کوشندگیش
بخش زیباتر اوست که کمی هم با او در این زمینه صحبت میکنیم. صبح شما بخیر خانم ژیلا کاشف. صبح شما بخیر خانم هما سفتر عزیز و شنوندگان. خیلی متشکرم از این اینتروداکشن بسیار زیباتون. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنونم از این همه واقعا کوششی که شما میکنید. سالهاست من از نزدیک با شما و کارهاتون در لس آنجلس آشنا و واقعا میدونم که چقدر از صمیم قلب در تمام این زمینه‌ها همکاری می‌کنید و یاری می‌کنید و این آخرین پروژه‌تون، پروژه طرح پشتیبانی از بچه‌ها و یا فرزندخواندگی، یکی از زیباترین کارهایی است که دکتر فیروز نادری به عنوان یکی از شاید پیامبران این طرح برای شما در هفته‌های گذشته که تکه‌ای از صحبتش رو روی یوتیوب گذاشته بودند بسیار مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفته و دلشون می‌خواست بدونن که دکتر فیروز نادری رو چه کسی تشویق به این کار کرده و بعد با اجازه خودتون دکتر نادری اسم شما رو گفتند و ما حالا امروز داریم با شما صحبت می‌کنیم برای اون علاقمندانی که از ما می‌پرسیدن در مورد این برنامه. خب خانم کاشف بفرمایید که چطور شد به فکر افتادید که این کار و این طرح رو به اجرا در بیارید. من اولا خیلی متشکرم از این دوست نازنینم دکتر فیروز نادری که یه همچین مسئله رو به قول خودشون خیلی سل بداهه بدون اینکه هیچ برنامه‌ریزی قبلی بوده در یک جمع دوستان در یک جمع فاندریزینگی این مسئله رو مطرح کردن و اینقدر سر صدا کرده. ما در واقع خانم سرچاد مدت 9 ساله که این برنامه رو شروع کردیم و تو هیچ وقت به شکل پابلیک با کسی صحبت نکرده بودیم. تا به کنون همش از طریق دوستانمون چند نفری که با هم بودیم و دوست رو برده، آشنا آشنای دیگه رو برده و همینطور این بچه ها اضافه شدن. منتخب امروز به خاطر اینکه این کلیپ خیلی سرصدا کرده و ما دیگه نمیخواستیم چیزی پنهان باقی بمونه گفتیم خب چرا که به دوستان عزیز نگیم که ما چیکار میکنیم. بسیار عالی. من هم دیگه گفتم این 9 ساله که این برنامه ادامه داره، ما حدود الان 105 تا بچه داریم که این بچه ها در واقع مسئله فرزندخواندگی رو من خیلی مشخص کنم، چون خیلی زنگ زدن به خانواده دکتر نادری در ایران گفتن این فرزندخوانده ویروس کیه. ما اسپانسر پیدا میکنیم برای بچه ها، حالا به هر چیزی که اسمشو بعد ما میگیم اسپانسر پیدا میکنیم که از نظر مالی این بچه ها رو حمایت بکنن. در واقع بچه هایی که ما حمایت میکنیم از طبقه محروم، بسیار محروم ایران هستن، از جنوب شهر تهران و اطراف تهران. 5-8 تا بچه هم از شهرستان ها داریم ولی اکثرا در جنوب شهر تهران هستن. اینا از خانواده بسیار فقیری هستن که خیلی به قول معروف تندنسی اینو دارن که به بچه های کار تبدیل بشن. متوجه. همونطور که میدونیم ما درصد بسیار زیادی در ایران بچه های خیابانی و بچه های کار داریم. خانواده ها وقتی مجبور میشن خب چاره ندارن، بچه ها میفرستن به کار برای آوردن پول به خانه. این کمکی که ما میکنیم یه مقدار خیلی زیادی تا به الان کمک شده که این بچه ها در مدرسه باقی بمونن و پدر مادرها مجبورن که بچه ها رو بفرستن به مدرسه و هیچ نوع کاری ازشون نخوان تا موقع حداقل تا 16 سالگی. چالی. خوشبختانه تمام این بچه هایی که ما دو بکنین داشتیم تا به امروز همه تو مدرسه موندن، به غیر از یه بچه موندم تا کلاس نهمش رو تمام کرد. خب. که دیگه نهمو تمام کرده ول کرده. وقتی همه بچه ها تا الان تو مدرسه موندن، اولین پسر بچه‌مون دیپلمش رو گرفت و امسال به دانشگاه رفت و سالی دیگه ما حدود 7-8 تا از بچه‌هایی که 7 سال پیش شروع کرده بود 8 سال پیش شروع کردیم همه به دانشگاه دارن میرن و این یکی از مهمترین اهداف این گروه دوستان منه که بچه‌ها رو در مدرسه نگه داره. کسی اونجا از طرف شما خانم ژیلا کاشف در ایران یا در تهران هست که این به سر بزنه به بچه‌ها؟ بله. بله ما یه خانمی داریم که بالاخره بعد از دو سال استخدامش کردیم و پول خیلی کمی بهش میدیم. خب. که این بچه‌ها رو میره پیدا میکنه از طریق مدرسه و از طریق کسانی که بهش معرفی میکنن، بچه‌ها رو به ما میده و ما اینجا دوستان محبتی که دارن، این خانم ماه به ماه میره پول این بچه‌ها رو از طریق بانک به حساب مادران می‌ریزه. یعنی از مادران ما می‌خوایم که حساب بانکی باز کنن. خب. برای بچه‌هاشون. بچه‌ها زیر 18 ساله و مادر به طور قانونی این کارو می‌تونه بکنه. این پولو می‌ریزه به حساب مادرها و سالی 3-4 بار به این بچه‌ها سر می‌زنه. سالی 2 بار ما از این بچه‌ها کارنامه می‌خوایم. چیزی که خیلی مهمه برامون، کارنامه این بچه‌ها هر سال به دست ما می‌رسه اینجا و به دست اسپانسرهاشون میدیم، اونهایی که میخوان ببینن البته. که مشخص بشه این بچه در مدرسه مونده و هنوز با معدل خیلی خوب درسشو داره ادامه میده و این خانم خیلی فعاله و در ضمنی که این خانم برای ما کار میکنه، من به خاطر فعالیت‌های خیلی زیادم در ایران از سالهای قبل به الان مددکارهای اجتماعی میشناسم و دوستان نازنینی که همیشه به طور والانتیر به ما کار بکنن، اونها هم در ایران کمک میکنن.
خب خانم کاشف، شما در واقع این گروه، نمیخوام بگم که یک سازمان یا ارگانیزیشن درست کردن، ولی این گروهی رو که خیلی به صورت خودجوش در اومدن و دور هم جمع شدین، به چه سیستم و به چه روشی پول رو به این بچه ها میرسونید داخل ایران؟ چون یه مشکل اساسی هم این هستش که الان مثلا به خاطر تحریم اقتصادی اینا نمیشه راحت پول فرستاد بیرون. بله کاملا درسته خانم سرشار. ما وقتی که شروع کردیم خب این مشکل وجود نداشت اصلا. بله. سالهای بعد هم رفتیم، ولی الان به خاطر این مسئله یه مقدار خیلی زیادی سخت شده. منتها خب این دوستان نمیخوان بچه هایی که سالها پشتشون رو میدونی پشتشون بودن حالا ول کنن به خاطر مسئله تحریم. اینی که راه های خودشون پیدا کردن از طریق دوستاشون، از طریق اقوام، خودشون به ایران میرن و این پول رو به طور 6 ماهه و سالانه به اونجا به یک حسابی میریزن در ایران و این پول در ایران داده میشه به ما. آه. و ما این پول رو از حساب ایران، همونطور که گفتم، هر ماه واریز میکنیم به حساب خانواده. بنابراین این کار رو برای ما راحت تر کرده الان. خیلی خب، الان شما برای دوستان علاقمند ما که خیلی هم ظرف هفته گذاشتن، بفرمایید خانم کاشف که مثلا اگه کسی بخواد یه بچه رو حمایت یا پشتیبانی مالی بکنه، چقدر در ماه بعد پول بپردازه؟ این مقدار واقعا ناقابله که دکتر نادری همیشه میگن با یه باک بنزین، ولی من همیشه میگم با یه غذای شام. آها. یه نفر اگه یه در ماه یه شام در رستوران کمتر بخوره، یه بچه رو میتونه مدرسه نگه داره و تمام سرنوشت زندگیشو عوض کنه. $50 بین 40 تا $50 بچه مدرسه هامون ما الان پیشنهادمون این بوده. بچه های دبیرستانمون $60 و کسانی که دانشگاه رفتن $100 ما پیشنهاد میکنیم بهشون بدن، ولی هیچ اجباری نیست که همه اینقدر بدن. همیشه هر کسی هر چقدری که تونسته بسیار خوش آمده. و دو تا دوست اکثرا اینطوری بوده که تا کنون ما یه نفر رو فقط داشتیم که نتونسته تمام پول بچه رو بده، دو نفر دارن پول یه بچه رو میدن، ولی همه یه بچه دارن یا بیشتر. خود دکتر نادری شما میدونین که، و همه دوستان هم میدونن، من مدت زیادیه که با یه بیماری سرطان زندگی میکنم و هر چند سال یه باری به سراغم میاد، ولی خب با انرژی بسیار زیاد به خاطر عشقی که به کاری که دارم همیشه مالجه کردم. و آخرین باری که من دوباره مریض شدم، دکتر نادری که منزل ما اومد لطف کرده بود اومده بودن، گفت جیلا من میخوام به تو یه بچه هدیه بدم. و باور نمیکنین قبول کرد. بعد از اینکه بچه خودشو داشت، یه بچه هم برای من گرفت و کادوی به اصطلاح سلامتی منو یه بچه به من هدیه. چه هدیه زیبایی، چه هدیه. خب احتمالاً بعد این کار زیبای دکتر نادری فکرم تو مغز شما که همیشه دنبال یه راه حل هستیم برای که یه کار تازه رو انجام بدین، روشن کرده باشه. چرا دقیقاً این کار رو روشن کرده. انشالله در یک فرصت مناسب تری که ما یه مقدار یه شکل بهتری به این برنامه، به این برنامه که شروع کردیم داده باشیم، من حتما در خدمت خواهم بود و صحبت خواهم کرد. و بیشتر تشویق در اینه که ما انقدر این دنیا به همدیگه هدیه میدیم و گاهی اوقات واقعا ما نمیدونیم هدیه رو چیکار بکنیم، چه بهتره که ما بیایم هدیه تحصیل و نگه داشتن یه بچه رو به دوستمون، به خانوادهمون، به عزیزمون بدیم و این بچه رو در مدرسه نگه بداریم. فوق العاده فکر زیبایی است و فوق العاده فکر درخشانی است خانم ژیلا کاشف. به شما و دکتر نادری خیلی تبریک میگم و همه یاران دیگه که در کنار شما هستن. حالا اگر دوستانی که دارن برنامه رو گوش میکنن علاقمند باشند که دست یاری به سوی شما دراز بکنن و یا اینکه کودکی رو از نظر مالی اونجا حمایت و پشتیبانی بکنن که درسشو بخونه، چی کار باید بکنن؟ ما خیلی بسیار خوشحال میشیم. من یک ایمیل ادرسی دارم که اگر دوستان علاقمند باشن بخوان تماس بگیرن، مخصوصا دوستانی که این مشکل آمریکا رو ندارن، از جاهای دیگه دنیا یا حتی خود ایران که خب خیلی راحت تره از نظر پول فرستادن براشون. این ایمیل ادرس ما هست، خیلی هم به خاطر اینکه دقیقاً هدف ما رو دنبال میکنه، keepchildreninschool@yahoo.com. keep children in school. بله. همش یک کلمه. همش یک کلمه، نه نقطه داره نه اندرسکور داره. keepchildreninschool@yahoo.com. میتونن به این ترتیب با شما در تماس باشن و اطلاعات بیشتر بگیرن یا اینی که ببینن به چه صورت و یا به چه شیوهی میتونن این برنامه رو انجام بدن. با کمال میل من در خدمت دوستان نازنین هستم. خیلی سپاسگزارم ازتون. از جانب خودم، از جانب جامعه ایرانی، از شما بانویی که واقعا از تمام ساعات غیرکاری خودتون رو برای چنین مسائل و عوامل میذارین، سپاسگزاری میکنم. براتون سلامت کامل رو آرزو میکنم و امیدوارم که
همیشه با همین انرژی و توان فراوانی که دارید بتونید کارها و برنامه‌ها و طرح‌های زیبا و پر ارزشی رو که دارید به انجام برسونید، و ما هم اگه بتونیم در کنار شما یه دست کوچیکی بهتون بدیم و خبر این کارهای شما رو به گوش بقیه ایرانی ها برسونیم. خیلی متشکرم خانم سرشار. من فقط یه اشاره کوچیکی وقت شما نگیرم بکنم که دکتر نادری در اون سپیچی که در یوتیوب پخش کردن، اینه که خب نه اسمی از من برده بودن و همچنین اسم اون بچه رو به خاطر که در اون لحظه اسم مستعار استفاده کرده، محمد. بله. اسم این بچه محمد نیست، اسم این بچه اصلی ایشون حسام الدینه و اسم بچه دومشون مجیده و اسم منم خب نگفتید به خاطر این مسئله. این که میخواستم خیلی مشخص بگم، چون همه ایمیل میزنن میگن این پسر خوانده شما در ایران محمد محمد نیست. خب در واقع نمادی است از تمام بچه هایی که از همین 105 بچه هایی که شما و یارانتون دارید حمایت مالی میکنید، و امیدوارم که تا بار دیگه که به شما با صحبت میکنیم این حداقل دو برابر شده باشه. قربون شما، خیلی محبت کردید خانم سرشار عزیز. دمتون گرم و موفق و پیروز باشین در کاری که دارین انجام میدید. خانم ژیلا کاشف. ممنونم خانم. روزتون بخیر. خداحافظ. یک کلام بشنو از یاران. میدونم بسیار از شما گاه از خودتون میپرسید که یک بانوی پرتوان قدرتمندی که در CNN Headline News و همینطور بعد در فاکس نیوز تلویزیون های معتبر بین المللی در آمریکا به عنوان گوینده خبر در واقع کار میکرد و هر روز چهره زیبای او رو میدیدیم و از او میشنیدیم خبرها از دهان او، و برای ما ایرانی ها باعث افتخار سربلندی بود. کجاست این روزها؟ درست حد زدید. منظور من رودی بختیار هست، خانم رودابه بختیار، که چند ماهیست کمتر او رو میبینیم تصویرش رو روی تلویزیون ها، و دلیلش هم خیلی مشخصه، چون رودی چندین ماه هستش که در تهیه و تدارک یک پروژه تازه و همکاری با گروه تازه، یک گروهی رو بنیانگذاری کردند در واشنگتن در شرق آمریکا، که دوشنبه 9 جون پس فردا اولین سری کاری که رودی بختیار انجام داده به عنوان چهره ایرانیان آمریکایی، Profiles of Iranian American، روی سایت این سازمان و یا نهاد جدید دیده خواهد شد و شما روز دوشنبه میتونید جدیدترین کار رودی بختیار رو روی اینترنت ببینید در سایت یا در پایگاه اینترنتی نهاد PAAIA. این PAAIA که یک نهاد جدیدی است که توسط رودی و چند تن از ایرانیان دیگر بنیان گذاری شده، در واقع خلاصه شده یه Public Affairs Alliance of Iranian American PAAIA، و برنامه مفصلی رو پیش بینی کردند و بنیان گذاشتند که اهدافشون اهدافی است برای جامعه ایرانی به صورت‌های مختلف، که چه بکنند و چگونه جامعه ایرانی رو به جامعه آمریکایی بشناسونند با شیوه های درستر و سیستمی که در واقع در آمریکا بهتر از جای دیگه کار میکنه، چون به قول معروف میگن موقعی که در روم هستی باید مثل رومی ها کار بکنی. این نهاد تازه رو با رودی در موردش صحبت میکنیم، نظر او رو میپرسیم و همینطور اهداف و فعالیت هایی که تازه آغاز کردند، و ببینیم که برای شما دوستان رودی بختیار که همیشه فعال و پر جنبش هست چه کار تازه‌ای داره برای ارائه دادن. رودی عزیز صبح شما بخیر در شرق آمریکا. خیلی ممنون، صبح شما بخیر، صبح همه ایرانیایی که
در کالیفرنیا هستم. بخیر. خیلی سپاسگزارم. خسته نباشین. کار تازه میدونم که چند ماهی بود که حسابی وقت شما رو گرفته بود و دوشنبه مثل این که باید شاهد نتیجه و دستاورد کار تازه باشیم. درسته؟ درسته. در این هفته من یک سری ببخشید که فارسیم یه ذره ضعیفه. هیچ ضعیف نیست. خیلی کنم توضیح بدم. خب. Profiles of Iranian Americans. یک سری هست که من تمام آمریکا میرم. ایرانیایی که در آمریکا هستن و کارهای فوق‌العاده کردن و به آمریکا رو پیش بردن را باشون صحبت میکنم و راجب زندگیش ایمیگریشنشون به آمریکا صحبت میکنیم و راجب ترقی در آمریکا کردن صحبت میکنیم. خیلی خیلی پروژه جالبی بوده برای من. برای اینکه میدونیم ما ایرانیا انقدر کارهای فوق‌العاده کردیم در زمینای چندین زمینه، هر زمینه‌ای که فکر کنیم، چه طب باشه، چه تکنولوژی باشه، چه بیزنس باشه، هر چی که نگاه کنیم ایرانی ها تونستن که نه تنها توی اونجا نفوذ پیدا کنن، ولی یه فورس انبلیویبل باشن. درسته. برای هم کمیونیتی، هم آمریکا، هم خودشون، هم میدونین در رشتهشون. فکر فوق‌العاده جالبی رودی جان این کاری که کردین. و موقعی که میگید که این پروفایل رو درست دارید میکنید و روی سایت این ارگانیزیشن جدید میذارید، به صورت مصاحبه ها و گفتگوهای شما به صورت ویدیو، به صورت که میتونن تماشا بکنن یا نوشته است میتونن بخونن، چه صورتی؟ بله. هم میتونن تماشا کنن، هم یه نوشته هست میتونن بخونن، ولی این رو به صورت یه ویدیو با موزیک و با صدای خود اون کس، مثلا اولین که هفته دیگه ریلیس میشه رو میبینین، دکتر پرویز ثابتیه، یه دختر 32 ساله ماه ایرانی آمریکایی که 2 سالش بوده اومده به این مملکت و الان PhD داره از آکسفورد، MIT گراجویت کرده، هاروارد سومین زنیه که سوما کوملادی از مدیکل سکول گراجویت کرده. CNN گفته که she is one of 8 geniuses who will change our lives. یکی از 8 تا نابغه تو دنیا که دنیامون رو عوض میکنن، زندگیمون رو عوض میکنن. و این قسمت رو باید به انگلیسی بگم چون اصلا نمیتونم اینو به فارسی بگم. خیلی خوب. She developed an algorithm to explain the effect of genetics on the evolution of diseases. Meaning که داره یه راهی پیدا میکنه که بتونن با دیزیز بیماری های مختلف رو بتونن مختلف و مثل مالاریا، توبرکلوسیس رو بالاخره حلش کنن. داره اکسپلین میکنه که چرا اینا میتونن عوض کنن خودشونو و هرچی ما در میاریم نمیتونیم اینا رو جلوشه بگیریم. خیلی خانم جالبیه و در ضمن موسیقی هم مینویسه، گیتار میزنه، میخونه. خب دیگه از یه آدم از یه آدم نابغه فقط باید همین انتظار داشته باشیم. یعنی در تمام زمینه ها میتونه که توانایی خودشو نشون بده. چه جالب. و بعد یعنی هر به چه صورتی مصاحبه ها رو خانم بختیار شما توی سایت میذارید؟ هفتگی، ماهانه است، به چه صورته؟ ماهانه خواهد بود. ماه دیگه یا هم اینا رو همه رو رفتیم و مثلا با ماز جبرانی که به نظر من یک کمدین فوق‌العاده است. بله. برای ما نه تنها ایرانی ها، بلکه تمام مراکز توی آمریکا خودش رو جا داده تو قلب همه. من و ماز با هم خیلی وقت دوستیم. وقتی که بم داشتیم پول جمع می کردیم با هم دوست شدیم برای اون ارتکایی بم. و خوب می شناسمش از اینی که اینقدر این هنوزم به ایرانی ها می خواد همش کمک کنه. همه جا میره، مثلا برای همین یه ماه پیش برای ایرانیان سکالرشپ فاندیشن هر دو تامون رفته بودیم که پول جمع کنیم، که چقدر فاندیشن واقعا it's one of a kind. آره، هفته پیش بچه ها رو کمک میکنه، بچه های بین خودمون رو کمک میکنه که ایژوکیشن داشته باشن. هفته پیش با خانم آزاده حریری مصاحبه کردم در این زمینه. بله. ماشاءالله به خانم حریری، واقعا یه خانم فوق‌العاده. و واقعا این پروفایلام راجع به همینه، راجع به اینه که
چقدر همه ما ایرانی ها آدم های خوبی هستیم، کمک میکنیم به هم دیگه و we care. و ما باید، یعنی پایا Public Affairs Alliance of Iranian Americans درست شده از یه چند تا آدمی که واقعا تو آمریکا خودشون فوق‌العاده هستن، مثل دکتر کامران وفا که در هاروارد درس میده، one of the leading string theory physicists. Also دکتر فیروز نادری که در ناسا هست که دیگه میدونین چه کار کرده در ناسا، CEO حمید دیلری که الان در سیتی گروپ خیلی پست بالایی داره، و میدونین همه اینا اومدن و یه همچین ارگانیزیشنی درست کردن که فقط کارشون این باشه که ایرونی‌ها رو به هم پیوند بدن، build our community, have a public relations arm که میدونین ما در دنیا و در آمریکا اونی که هستیم، what we truly are is reflected in our image. نه اونی که رو تلویزیون میبینن همش احمدی نژاد و ایرونیایی که تو تلویزیون میبینن، همه آمریکا الان اونایی که نمیدونن فکر میکنن ما اون هستیم. درسته. و این یکی از چیزایی که پایا میخواد بکنه اینه که این داستانای فوق‌العاده خوب و اینا رو تصویرهای تلویزیون نشون بدیم. چقدر جالب. یعنی شما برنامه‌ریزی و ساختمان بندی این ارگانیزیشن رو گذاشتین و با این گروهی که دارین کار میکنین هدفتون هم گذاشتین که فوق‌العاده هدف جالبی است و گمان میکنم که رودی بختیار به عنوان پابلیک ریلیشن این سازمان داره کار میکنه، درسته؟ درسته. من دایرکتور اف پابلیک ریلیشن دیگه اگه شما باشی معلومه که این کارش درسته، این سازمان. من واقعا فکر میکنم که این برای تمام ما ایرانی ها خیلی مهمه. ما وی آر ایرانیان امریکنز در این مملکت زندگی میکنیم و میگن که طرف 1,000,000 هستیم، ولی شما اگه سنسس بیرو رو نگاه کنیم اونا ما رو میذارن به 380,000 تا، برای اینکه وقتی که ما فرم میکنیم هیچی نیست که آدم بگه ایرانیان امریکن، که ما بدونیم که ما کی هستیم، چند نفر هستیم، کجا زندگی میکنیم. و میدونیم این خیلی پاورفول هستش که خیلی مهمه که ما بتونیم به عنوان ایرانیان امریکنز روی کپیتال هیل توی واشنگتن دی سی ما یه صدا داشته باشیم. درسته. What we want can count. ما اینقدر به این مملکت توی مملکت پول در میاریم و تکس میدیم و به کنگرسمن پول میدیم، به سناتورا پول میدیم، میدونیم در پولیتیکل پروسس همه شرکت میکنیم، ولی با هم یونایتد نیستیم. با هم باید بیایم عضو پایا باید بشیم که یه ارگانیزیشنی باشه که راجب ایران صحبت نمی کنیم، برای اینکه می دونیم که هرکی راجب ایران برنامه خودشو و فکر خودشو داره. درسته. ولی برای کمیونیتیمون در آمریکا ما اقلا رو این باید بتونیم یونایتد باشیم، برای اینکه ما همه یه چیزو برای این کمیونیتی می خواهیم. و most importantly برای من، تو من یه خواهر 14 ساله کوچولو دارم، دلم می خواد که اون همیشه راجب ایرانی بودنش پراود باشه، همیشه افتخار بکنه، هیچ وقت خجالت نکشه به خاطر مسائلی که داره در دنیا پیش میاد، خجالت بکشه یا فکر کنه دلیلی داشته باشه خجالت بکشه که ایرانی هست. ما ایرانی های آمریکایی به این مملکت خیلی خدمت کردیم. شما نگاه کنین، founder of eBay, Iranian American. The man who they say made Google what Google is today, Iranian American, Omid Kordestani. The first female American tourist, Iranian space tourist, Iranian American, Anusha Ansari. Really, Marv, we have nothing to be ashamed of. Va bayad proud bashim, bayad ba ham khub bashim, bayad ba ham unite bokonim. I know it's idealistic, vali bayad ma in kara ro bokonim. نه، هیچ ایدیالیست هم نیست، بسیارم واقع‌گرایانه است و برای دوستانی که دلشون میخواد که اولین دستاورد کار شما رو خانم رودی بختیار ببینن، اگه میشه اون سایت رو برای دوستان اعلام بکنین. paya.org. that's paaia.org. it's from Public Affairs Alliance of Iranian Americans. So again, paaia
وقت میتونن از همین طریق همین سایت یا همین پایگاه اینترنتی هم عضو بشن یا تقاضا بکنن که به شما بپیوندند و اگر که میتونن مفید واقع بشن حتما دوستانی که علاقه‌مندن میتونن کار انجام بدن. بله. شما مرکزتون کجاست خانم رودی بختیار؟ در واشنگتن هست. مرکز این نهاد در واشنگتنه. درسته، در واشنگتن هست. ولی شهرهای دیگه هم احتمالاً مثلا در نظر دارید که برنامه‌هایی بذارید برای آشنایی، مثلا جلسات سخنرانی؟ بله. طرفای سپتامبر، چون این اورگانایزیشن تازه از ژانویه شروع کرده و همونطور که خودتون می‌دونید یه اورگانایزیشن اینجوری باید یه کاغذای پر بشه، C3 داشته باشه، C4 داشته باشه، چون ما we will be اولین لابینگ اورگانایزیشن ایرانی آمریکایی فرمالی on Capitol Hill. و اینا همه یک پاسه هست که خیلی طولانی هست و خیلی وکیل‌بازی داره و کاغذ‌بازی داره و اینا رو خوشبختانه گذاشتیم پشت سرمون و وبسایتمون الان شروع شده و این پروفایلام رو میتونین دوست نگاه کنین این مصاحبه رو. و بعدم این که دیگه الان میتونیم که عضو پیج داشته باشیم و یواش یواش توی تمام شهرها، اول توی کالیفرنیا که هوم تاون خودم هست، خودم اونجا به دنیا اومدم، اول از اونجا شروع میکنیم و دیگه میریم همه جایی که ایرانی ها هستن و سعی میکنیم که اقلا یه جایی باشه که هممون اسممون ثبت باشه، اگر بخوایم خودمون رو پرومت کنیم که بگیم ما چه نظری داریم روی مسائل مختلف، یه جایی داشته باشیم که همه بتونیم ووت بدیم و اون بتونه یه جایی باشه که این مسائل رو برای بقیه دنیا ما یه رپریزنتیشن باشیم. بسیار پرفعالده. I hope that everyone joins. حتما. برن اقلا بخونن راجبش. حتما میخونن. من میدونم که رودی بختیار در جامعه ایرانی چقدر محبوبه و چقدر این مدتی که چند ماهی که از شما خبر نداشتن همه میپرسن که رودی چی شد. حالا میدونن که رودی مشغول چه کار مهمی بوده و دستاورد، نخستین دستاورد کارش رو روی اینترنت در همین پایگاه اینترنتی پایا میبینید و بعد هم امیدواریم که در ماه سپتامبر موقعی که به لس آنجلس یا به جنوب کالیفرنیا میایی یا خانم بختیار شما رو از نزدیک ببینیم در جلسه برای معرفی و همه ایرانی هایی که علاقمند هستند که این طرح خیلی با اهمیت برای اینی که به جامعه ایرانی توان درستش رو بده، برای اینکه شناخت درست از جامعه ایرانی رو به جامعه امریکایی بده کمک برسونن، به این سایت برین، نگاه بکنید، بخونید، تماشا کنید و بعد به عنوان یک عضو بپیوندید برای اینکه هرچه بیشتر بتونیم قوی بشیم و یک پارچه. خیلی ممنونم. من از شما ممنونم. خسته نباشید و به امید دیدار و با اجازتون اگر که فرصتی باشه در یکی دو ماه آینده یکم که کار بازم پیشرفت کرد یه گفتگوی دیگه بکنیم و نتیجه کارهای تازه رو به اطلاع دوستانمون برسونیم. به امید دیدار خانم. به امید دیدار. ما شما رو گوش میدیم. محبت دارید. میبوسمتون. منم همینطور. مراقب خودت باش رودی بختیار عزیز که برای همه ما خیلی عزیز هستی. در خداحافظ. در شرق آمریکا در واشنگتن رودی بختیار خبرنگار جوان ایرانی. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز، به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی،
وطن، نام تو همیشه بر لبم. با مهر تو ستاره درخشد بر شبم، به دشت تشنه شکوه بارانی. صدای آشنای محمد نوری که ترانه وطن رو میخونه برای همه ما آشناست. سراینده ترانه این شعر زیبا، این ترانه زیبا، یعنی سراینده شعر این ترانه زیبا، یک نویسنده نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی بود به نام نادر ابراهیمی که متاسفانه روز پنجشنبه این هفته 16 خرداد در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. نادر ابراهیمی که طی عمر پربارش بیش از 100 کتاب چاپ و منتشر کرد و داستان‌های بلند و کوتاه، رمان‌های مختلف، کتاب کودکان و نوجوانان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش‌های گوناگونی انجام داده بود، یکی از در واقع پرکارترین پژوهشگران و نویسندگان و اهالی قلم سالهای اخیر و معاصر ایران بود که متاسفانه به دنبال چند سال بیماری و عوارض ناشی از اون در منزل خودش درگذشت. اگر که دوستان به خاطر داشته باشن از این نویسنده، کتاب‌هایی و یا نوشتایی مثل خانه‌ای برای شب، آرش در قلمروی تردید، هزار پای سیاه و قصه های صحرا، افسانه باران در سرزمین کوچک من و فردا مشکل امروز نیست، یک عاشقانه آرام و بسیاری دیگر رو میشه نام برد که همه اینها از او چهره آشنای دلپذیری رو برای همه ما به وجود آورده بود. نادر ابراهیمی در فروردین ماه 1315 در تهران به دنیا آمده بود. تحصیلات مقدماتیش رو در این شهر گذروند و بعد از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق رفت و این دانشکده رو پس از 2 سال رها کرد و در رشته زبان ادبیات انگلیسی درجه لیسانس گرفت. نادر ابراهیمی یکی از اهالی قلمی است که از سن نوجوانی به سازمان سیاسی حزب توده پیوست و بارها دستگیر شد و بازجویی و زندان و این مسائل رو به دنبال داشت و همونطور که بهتون گفتم انقدر کارهایی که انجام داده و دستاوردهایی که داشته زیاده که وقت فراوانی رو میگیره که از او در این زمینه و یا نام کارهایی رو که کرده ببریم، ولی خود نادر ابراهیمی 2 کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل در این 2 کتاب شرح بقای زندگیش رو و فعالیت گوناگون خودش رو نوشته و اینی که در طی سالها چه مشاغلی داشته، از کمک کارگری تعمیرگاه سیار در ترکمن صحرا، کارگری چاپخونه، حسابداری، تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه و مجله و کارهای چاپی دیگر تا میرزایی یک حجره فرش در بازار و بعد مترجمی ویراستاری و ایرانشناسی عملی و چاپ مقاله های ایرانشناختی و در سالهای پایانی قبل از انقلاب بسیار از ما شاهد فیلم های مستند و همینطور برنامه های تلویزیونی رو بودیم که در کنار مصور کردن کتاب های کودکان سریال هایی هم برای بچه ها می ساخت که شاید مشهورترینش اگر که یادتون باشه سفرهای 2 کودک نوجوان بود در مجموعه تلویزیونی سفرهای دور و دراز حامی و کامی که ترانه آغازین اون ای وطن و سفر برای وطن، 2 تا ترانه‌ای که در این مجموعه پخش میشد، خیلی در اون روزها گل کرده بود و نام نادر ابراهیمی رو سر زبان ها انداخته بود. در هر حال فقدان نادر ابراهیمی برای جامعه هنری و ادبی ایران یک فقدان تأثیربار هست و به همه ایرانیان و به جامعه ادبی و هنری ایران
در گذشت او رو تسلیت میگم و یاد او رو گرامی میداریم و این بخش از برنامه رو هدیه میکنیم به نام نادر ابراهیمی. خب بریم سراغ یک اهل قلم دیگر که هفته گذشته پیداش نکردیم ولی این هفته او رو در شهر واشنگتن گیر آوردیم. درست علیرضا خان؟ دیدار دوست. دیدار دوست با هادی خرسندی. الو قربان، سلام عرض شد. سلام از زنده، از ظهرتون بخیر خانم فرشاد. ظهر شما بخیر. من ظهر رسیدم به شما. بله، این قسمت آخر برنامه شما رو راجع به آقای نادر ابراهیمی داشتم میشنیدم. من متاسف شدم از درگذشت ایشان، از درگذشت یک انسان، از درگذشت یک اهل قلم. خیلی غمگین هم شدم که به حال ایشون مریض شدن تا از دنیا رفتن. اما این که شما برنامه رو به همچین آدمی تقدیم کنید خیلی متاسفم، خیلی عذر میخوام. من یک جمع کوره در رفتم در اینکه اینجور آدم ها هستن، همین امثال آقای نادر ابراهیمی هستن که این رژیم جمهوری اسلامی رو مسلط بر جان و مال و ناموس مردم کردن. ببخشید. نه خواهش میکنم، شما نه راحت. نه برای اینکه آدمی که میفروشه قلم خودش رو، آدمی که میفروشه نمیدونم هنر خودش رو، دانش خودش رو به حوزه علمیه قم و به آقای خمینی، من فقط از مرگش متاسف شدم بابت که یک انسان خود کرده و الا اصلا فکر نمی کنم که ارزش داشته باشه یه همچین آدمی که شما که انقدر زیبا زندگی کردید یا من که اینجور کار میکنم، حتی به عنوان یه اهل قلم دیگه در کنار او قرار میگیرم. ببخشید. اصلا هیچ پوزش‌خواهی لازم نیست آقای هادی خرسندی، حرفتون و حرف دلتون که میزنی دوستان میشنوند و بنده هم من دارم خودم کنترل میکنم. خانم سرچ حالتون خوبه شما؟ من حالم خوبه. من اگه برنامه از قبل چنیده بودم یا در جریان بودم، خب تا این فاصله حالتون به جا اومده بود یکم. آره، منتها چون همین گوشی رو که وقت خب آخه برنامه زنده هستش همینه آقای خرسندی. برنامه زنده هستش اینه که بسیاری از احساسات آدم همینجور فل بداهه میاد بیرون و این زیبایی کاره. هیچ نگران نباشید، حرفتون راحت بزنید. ولی به هر حال همچنان این برنامه شما بهشون تقدیم شده هست. اون بخش از برنامه که راجع بهشون صحبت کردیم، نه برای چی باید اینطور بشه؟ خب دیگه به یادشون، به یاد ایشون. حالا باید یه مقدار در این زمینه بندم فکر کنم دیگه. این من احتمال میدم که اون برنامه تلویزیونی ایشون شما دیدین، حامی کامی یا آتش بدون دود، و بیشتر اون شاید در جریان یک ایشون به اون یارو طلاب خود علمی قوم درس قصه نویسی میداد. آقای جدی، من این در این بخش از فعالیت هاشون هیچ نبودم. من همینجور خاطره اون سالهای دور ازشون داشتیم قبل از احساسات قلمی و همکار دوستانه شما قابل تقدیر و قابل ستایش. حالا بگذاریم بریم به این قضیه که یک شهری هست خانم سرشار به اسم شهر سوخته، مال بیشتر از 5000 سال پیش در ایران، خب در سیستان و بلوچستان. و در این شهر که دوباره بود گرفتار آتش سوزی شده، شهر لقب گرفته، اولین خط‌کش دنیا رو پیدا کردن، اولین چشم مصنوعی دنیا رو پیدا کردن. آره، روی اینترنت دوستان اگر برن به راحتی شهر سوخته رو سرچ بکنن تو گوگل پیداش میکنن. و اون وقت یک جام کاسه پایدار، جام مثل جام شراب اونجا پیدا کردن سفالی، که روی این نقاشی یک بزی هست و یک درخت، و این نقاشی بز 4 تا 5 تا تکرار شده دور این جام خانم سرشار. بله. که وقتی جام رو میچرخونی این بز به حالت انیمیشن به حرکت در میاد در چشم آدمی و میپره بالا، برگ اون درخت رو میگیره. یعنی به سلامتیتون خانم سرشار، قدیمی ترین اثر نقاشی متحرک یا انیمیشن دنیا رو ما ایرانی ها الان با مدرک یک جام صاحبیم، و این جام متحرک، بز متحرک، جام که اسم بز متحرکه رو در اختیار داریم. حالا با مزه اینه که این جام گم شد ناگهان در موزه خان سرشار.
چطوری؟ آه گم شد و البته بعد پیدا شد. خب و بعد بنت معلوم شد که امتحانی گمش کرده بودن. ببینن کسی سرسدش در میاد یا نه. آره بله من یک سروده دارم میخونم تا هر جا وقت بود. بفهم هر جام که وقت نبود خاک آقای نادر ابراهیمیه وقت برنامه شما بشه در آینده. خاک گذشتگان ما جام سفال می شود یا سفال. خاک گذشتگان ما جام سفال می شود. طرح بزی به جام ما نقش خیال می شود. توی نقاشی خیالی است. خاک گذشتگان ما جام سفال می شود. طرح بزی به جام ما نقش خیال می شود. با تک و تاز آن بزک سوی درخت می جهد تا که لبش موازی برگ نهال می شود. کرده کمین به راه او گرگ و شغال و غیره خیر. عتیق کار بزخری گرگ و شغال می شود. یک دو مقام دولتی وارد کار می شوند. کاسبی بزین میان کسب حلال می شود. بابت رشوه گفتگو می شود و بگو مگو نصف دلار می شود نصف ریال می شود. شما بگو شما بده شما بیا شما برو نتیجتا توافقی به انتقال می شود. جام سفال قیمتی در این حراج لعنتی می رود و عتیق خر صاحب مال می شود. به قعر غیب می رود بز انیمیشن ما کسی خبر نمیدهد هرچه سؤال مراقب و جوابگو که میشوند روبرو یکیش کور میشود یکیش لال میشود. بز متحرک ما تکان بخور ولی نرو بابت رفتنت بزک قال و مقال میشود. یکی تو را خریده و یکی تو را فروخته. خاک گذشتگان ما ای بوز شهر سوخته. این مال بخش گم شدن بود. حالا پیدا میشه اگه وقت داریم. بله بله وقت داریم بخون. بوز متحرک ما دوباره پیدا شده ای. خوشم که باز منتقل به موزه ما شده ای. چگونه گم شدی بوزک؟ چیست حکایتت؟ بگو که این میان برای ما عجب معما شده ای. نگفتمت که رفتنت با استقال می شود. ببین چگونه مایه نزاع و دعوا شده. ببین چگونه مایه نزاع و دعوا شده. بمان بزرگ ولی بدان در این مکان موقت فری به امروز مخور. طعمه فردا شده ای. کسی که از برای تو کیسه گنده دوخته دل از تو بر نمی کند ای بز شهر سوخته. برده شده ز موزه ها کاسه ما کوزه ما مرتب از عتیقه ها تهی شده موزه ما. بز انیمیشن ما به لرزه افتاده تنش خبر دهد ز فاجعه تکان تکان گردنش. رسد به شهر سوخته به این دیار سوخته ز روزهای سوخته به روزگار سوخته. ولی نخور قصه بزک این دفعه که بهار میاد عتیق خر با یک بغل کمبیزه و خیار. به به دست شما درد نکنه. آره خیلی تلخ بود این حکایت شهر سوخته و این بزکی که امتحانی گمش کرده بودن. و میدونین خیلی چیزا رو تست میزنن رو ما ملت و بعد ببینن چی میشه. این یکی رو خوشبختانه مثل این که سودشون نرسیده و این جام سفالی همچنان در اختیار موزه های ما. موزه ما نمیدونم الان دقیقا توی کدوم موزه هست که هست تا اینکه مقام معظم رهبری چی دستور بدن بدهن. خیلی خوب آقای خورسندی اجازه میدید که این بخش از برنامه شما رو تقدیم کنیم به نادر نادرپور که دیروز تولدش بود. با این موافقی؟ آخه آره. چقدر ما ای آشنای من برخیز و باز بهار سفر کرده باز گرد تا پر کنیم
جام توی از شراب رو خانم سرش رو ببینید چقدر بین دوتا نادر میتونه تفاوت باشه. خب دیگه ما هم این گفتیم هم اونو گفتیم، ولی اینش حتما بیشتر به دل شما چسبید. نه اونو اصلا اشتباه کرد، اون اشتباه به امید دیدار. آقا در واشنگتن چه خبر بود؟ هنوز خبری نشده، امشب برنامه داریم. اولی اجراتون امشب و فردا شب ها؟ امشب و فردا شب. به لس آنجلس میایین؟ آها خوشو گفتین. داشت یادتون میرفت. 29 ماه جون ما میام، فکرم میکنم که دیدار خداحافظی هادی و صمد با شهر لس آنجلس باشه یا با بخشی از کالیفرنیا یا با آمریکا باشه، به دلیل اینکه اجراهایی بسیار داشته ایم و این اجرای خداحافظی رو امیدواریم که به زیباترین وجه اجرا کنیم برای دوستانی که 29 جون خواهند آمد به ابل ویشل تا همونجا که ویلشری ابل تیتر. من هنوز اصفهانی هم بذاریم من برم، ولی شما لطف کنید یه مقدار زیاد بیشتر را که این دارم. آقا به این دوستانی که مهموندار شما هستن در واشنگتن بگید یه آب خنک بهتون بدن بخورید، عصبانیتتون بخوابه، تا بعد دیگه بعدن من وقت خصوصی از شما معذرت خواهی بود. حالا مخصوص شما، من فقط تنها کاری که لطفی که به خودم میکنم بازپخش این برنامه رو گوش نخواهم داد. خب این لطف زیادی نمیکنه چون اصلا این برنامه بازپخش نداره. پس از اول فکر اصلا ما رو کرده بود. بله بله. خیلی ممنونم. میبخشید. روز خوبی داشته باشین. هادی خرسندی در واشنگتن. ممنونم. خب دوستان به ساعت دوم برنامه خانه دوست خوش آمدید. چای دومتون رو بریزید و گرم و تازه بنشینیم به شنیدن بخش دوم برنامه و بریم به سراغ گفتگوهایی که برای این بخش از برنامه تهیه و تدارک دیدم. بفرمایید با ما باشید. یک هنرمند یک اثر. شهر لس آنجلس در یکی دو هفته گذشته مهماندار یک نویسنده و شاعر و متفکر ایرانی بود که از نروژ به شهر ما آمدند و در اینجا سخنرانی داشتند در کانون سخن هفته پیش روز دوشنبه و امشب هم در گرد همایی شنبه ها سخنرانی دیگری دارند که سخنرانی روز دوشنبهشون در کانون سخن بسیار مورد توجه قرار گرفت به دلیل پرداختن به یک مسئله قابل توجه به نام خرد ایرانی. مهمان عزیز شهر ما آقای منصور کوشان هستند که در سالهای جوانی بیشتر به نگارش نمایشنامه و همکاری با مطبوعات می‌پرداختند. در دهه 70 خورشیدی سردبیر مجله تکاپو بودند و بسیاری از نمایشنامه ها و آثاری که نوشتند در اون سالها معمولاً توقیف می شد و یا اجرای اونها متوقف می شد، ولی پس از انقلاب در کنار چاپ مجموعه اشعار و اجرای نمایشنامه های متعدد به خلق آثاری در حوزه ادبیات داستانی نیز دست زدن که از مهمترین اونها می شه به رمان محاق و مجموعه داستان خواب صبوحی و تبیدی های شرکت. آقای منصور کوشان در سال 1378
از ایران خارج شدند و مقیم کشور نروژ شدند و همکنون از نروژ به لس آنجلس آمدند به مهمانی شهر فرشتگان. جناب کوشان، صبح شما بخیر و خوش آمدید به لس آنجلس. صبح شما بخیر و به شنوندگان شما هم صبح بخیر بگم. خیلی سپاسگزارم از لطفتون. سخنرانی شما در کانون سخن روز دوشنبه مورد توجه بسیار از کسانی که در اون جلسه بودن قرار گرفت، چون به مسئله بسیار مهمی که به نظر من باید بارها و بارها به اون پرداخت و تحلیل زیادی در موردش کرد پرداخته بودین.